نه قاطع مردم ایران در نمایش انتخابات خامنه‌ای. روز جمعه 11 اسفند مردم ایران با تحریم سراسری نمایش انتخابات ضربه سختی به خامنه‌ای زدند و عزم خود برای به زیر کشیدن این دیکتاتوری قرون وسطایی را به جهان نشان دادند. خامنه‌ای برای مهندسی این نمایش در میان دود و دم جنگ افروزی در منطقه خیز برداشته بود تا با خالص‌سازی مضاعف رژیمش را در برابر قیام‌های در تقدیر آب بندی کند. او بارها از اهمیت انتخابات مجلس سخن گفت و نشان داد تا کجا نگران نتایج این نمایش و پیامدهای آن است. حذف شرط شناسنامه عکسدار، مهر نزدن شناسنامه‌ها و قبول کردن 5 نوع کارت شناسایی برای رأی دادن و خرید رأی برخی از شیوه‌های باز کردن مسیرهای تقلب در نمایش انتخابات بود. در پادگان‌ها با وعده 4 روز مرخصی سربازان را تشویق به رأی دادن کردند. در بسیاری از کارخانه‌های دولتی و زندان‌ها کارگران و زندانیان را تحت فشار گذاشتند که رأی بدهند. امام جمعه‌های خامنه‌ای در هر نمایش جمعه نیروهای رژیم را در سراسر کشور به حضور در این خیمه شب‌بازی فرا می‌خواندند و تأکید می‌کردند که این انتخابات برای حفظ و بقای نظام ضروری است. اما به رغم همه ترفندها، تهدیدها، وعده و وعیدها و فشارها، نتیجه در یک کلام برای رژیم فاجعه بار بود. هزاران گزارش مستند و غیرقابل تردید هموطنان از شعبه‌های رأی‌گیری در سراسر کشور بیانگر تحریم سراسری و بی‌سابقه این نمایش انتخاباتی بود. تحریم چنان یک پارچه و قوی بود که تقلب‌های گسترده هم دیگر فایده و اثر ندارد و باعث آبروریزی هرچه بیشتر و تمسخر مردم می‌شود. ابعاد این تحریم سراسری از دید رسانه‌های خبری هم پنهان نماند و خبرنگاران به آن گواهی دادند. آسوشیتد پرس، رویترز، خبرگزاری ایتالیایی آنسا، فرانس 24، خبرگزاری فرانسه، CNN، وال استریت جورنال، بلومبرگ، شرق الاوسط، خبرگزاری آلمان و روزنامه اکسپرس لندن از جمله رسانه‌هایی بودند که شکست خامنه‌ای را انعکاس دادند. آری، با نه قاطع مردم ایران وضعیت به راستی برای خامنه‌ای بسیار خطرناک است. بدون شک میتوان گفت که خامنه‌ای و رژیم ولایت فقیه از این نمایش به مراتب ضعیف‌تر و شکننده‌تر بیرون می‌آیند و روند سرنگونی تسریع می‌شود.